فصل 13. آنگاه دیدم که یک حیوان وحشی از میان دریا بیرون می آید که 10 شاخ و 7 سر داشت. بر هر یک از شاخهایش نیم تاجی قرار داشت و بر هر یک از سرهایش نامی کفرآمیز نوشته شده بود. این حیوان وحشی مثل پلنگی بود که پاهایش مانند پاهای خرس و دهانش چون دهان شیر بود. اژدها قدرت و تاج و تخت و اختیارات وسیع خود را به او واگذار نمود. به نظرم آمد که یکی از سرهای حیوان وحشی که ضربتی مرگبار دیده بود از زخم کشندش التیام یافت. همه دنیا با حیرت به دنبال آن حیوان می رفتن. مردم اژدها را پرستش کردند زیرا او اختیارات خود را به آن حیوان واگذار کرده بود. آنها حیوان وحشی را نیز پرستش نمودند و می‌گفتند کیست همتای این حیوان؟ کیست که بتواند با او بجنگد؟ با آن حیوان اجازه داده شد سخنان گزاف و کفرآمیز بگوید و به مدت 42 ماه سلطنت نماید. او زبان خود را به کفرگویی علیه خدا گشود. به او و مأوای آسمانی او با تمام ساکنان آن ناسزا می‌گفت. او همچنین اجازه یافت تا با مقدسین خدا بجنگد و آنها را شکست دهد و بر همه امتها و ملل و زبانها و قبایل جهان اقتدار یابد. همه جهانیان او را پرستش خواهند کرد. یعنی کسانی که قبل از پیدایش عالم نامشان در دفتر حیات که متعلق به بره مقتول می باشد ثبت نشده است. ای کسانی که گوش دارید بشنوید. اگر قرار باشد کسی به اسارت برود، به اسارت خواهد رفت. و اگر قرار باشد کسی با شمشیر کشته شود، با شمشیر کشته خواهد شد. بردباری و ایمان مقدسین به این حقیقت بستگی دارد. آنگاه حیوان وحشی دیگری را دیدم که از زمین بیرون آمد. او دارای 2 شاخ مانند شاخهای بره بود، اما مثل اژدها سخن می گفت. و وقتی در حضور حیوان اول قرار داشت، از قدرت و اختیار او استفاده می کرد و همه زمین و ساکنان آن را به پرستش حیوان نخستین که زخم کشندش التیام یافته بود مجبور می ساخت. او معجزات بزرگی انجام می داد. حتی در مقابل چشم همه از آسمان آتش بر زمین بارانید. و با معجزاتی که اجازه داشت در حضور حیوان اول انجام دهد، ساکنان زمین را اغفال نمود و با آنها گفت که پیکره‌ای به افتخار آن حیوان که با شمشیر زخمی شده و هنوز زنده بود بسازند. او اجازه یافت به پیکره آن حیوان بدمد تا بتواند سخن بگوید و تا آنانی را که پیکره را پرستش نمی کردن بکشد. از آن گذشته همه را، از کوچک و بزرگ، توانگر و بینوا، آزاد و برده، مجبور می ساخت که روی دست راست یا پیشانی خود علامت مخصوص داشته باشند و هیچ کس اجازه خرید و فروش نداشت مگر آنکه علامت حیوان را خواه اسم و خواه عدد بر خود داشته باشد. این محتاج حکمت است و هر صاحب خردی می تواند عدد نام آن حیوان را که 666 است حساب کند، چون این عدد به نام مردی دلالت دارد.